خانم آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. همه شما همیهنان گرامی این خبر رو شنیدید که مجلس شورای اسلامی قلابی وقتی که بودجه سال 91 که معمولا باید 6 ماه قبل از سال جدید طبق قوانین قانون اساسی، قوانین به اصطلاح مجلس و شرایطی که در کشور بعد از مستقر شدن جمهوری پربرکت اسلامی معمول هست، 6 ماه قبل از سال جدید بودجه سال آینده به مجلس داده بشه تا مجلس در کمیسیون‌های مختلف اون رو مورد بررسی قرار بده، وزرای مربوطه رو به جلسات خودش دعوت بکنه، کارشناسا بیان و راجع به نکات مهم بودجه سوالاتی بکنن، بعد از اینکه اشکالات در کمیسیون‌ها رفع شد بیاد در جلسه علنی مجلس و دولت بیاد، وزرا بیان از بودجه‌های خودشون دفاع بکنن و در کل رئیس جمهور بیاد از بودجه سال بعدی دفاع بکنه و بعد بودجه تصویب بشه. آقای احمدی نژاد از ابتدای استقرارش، خب میدونید ما یه سازمانی داشتیم به اسم سازمان بودجه و برنامه که مربوط به دوران رژیم گذشته بود، بسیار مؤسسه و نهاد خوبی بود. بسیاری از کارشناسان درجه اول اقتصادی در این نهاد بودن. کارهای عمرانی مملکت در سازمان برنامه تدوین می شد، به مرحله اجرا می گذاشت گذاشته می شد و کارهای کارشناسی بزرگ صورت می گرفت. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی هم سازمان بودجه و برنامه همچنان به کار خودش ادامه می داد، منتها تصفیه های دامنه‌دار درش صورت گرفت و به جای اون کارشناسان قدیمی دی از به اصطلاح دستن در کاران رژیم جمهوری اسلامی اومدن در اون مستقر شدن که کمترین اطلاعی از مسائل بودجه‌ریزی و کارهای عمرانی نداشتن و به قول خودشون گفتن خب یاد میگیریم. یادم هست بعد از اینکه آقای رجایی و باهنر در نهاد ریاست جمهوری به وسیله آقای کشمیری روی هوا رفتن، این آقای کنی، مهدوی کنی، یه مدتی شد نخست وزیر و بعد یکی از خبرنگاران ازش پرسید که حضرت آیت الله مهدوی، خب شما امام جمعه این مسجد مروی بودید و یه مدتی هم مسئول سپاه پاسداران بودید، یه مدتی هم وزیر کشور بودید، سوال این هست که آیا در سمت نخست وزیری، چون موقع نخست وزیر آقای باهنر بود که کشته شد و آقای به اصطلاح مهدوی کنی یه مدتی اومد جایگزین شد، خب شما وارد هستید به این مسائل مهمی که در مملکت هست و باید مملکت اداره؟ گفت آقا من یه امام جمعه بودم، امام مسجد مروی بودم. خب بعد انقلاب شکوهمند شد، ما اومدیم یه مدتی کمیته ها رو اداره کردیم، خب یاد گرفتیم و بعدم اومدیم من شدم وزیر. خب من هیچ وقت وزیر نبودم تو زندگیم، که من همیشه به اصطلاح پیشنواز بودم. خب یاد گرفتیم. حالا هم شما میفرمایید بنده اومدم، یکی از حسنای انقلاب، این انقلاب مردمی ما اینه که خب ما یاد میگیریم. آقا مگه اون رژیم قبلی، اون آدمایی که اون در رأس رژیم قرار گرفته بودن در سمت‌های مهم، از شکم مادرشون اینا رو یاد گرفته بودن؟ مردک نمیگه که اینا تحصیلات عالی داشتن، اینا هر کدوم. آره گفتم شما میتونید با اون رژیم گذشته موافق باشید یا مخالف باشید، ولی نمیتونید منکر این بشید که بهترین کارشناسا در خدمتشون بودن. شما با رژیم گذشته عده زیادی از سیاسیون ما مشکل داشتن، که این عده زیادی از این سیاسیون هم تازه یه عدهشون اهل مبارزه در مورد کسب آزادی‌های سیاسی بودن، وگرنه اکثریت مردم که کاری به مسائل سیاسی نداشتن کار خودشونو میکردن، براشون هم خیلی جالب بود. نه کاری به همین که الان هم هست،
الان هم در این منتها باید شهر بدیم که چرا مردم الان ناراضی هست، ولی مردم کارشونو میکردن، کارشناسای بسیار خبره و تحصیل کرده در رأس کارها بودن. ما یه مقداری طرز برخوردمون با مسائل سیاه‌سفیدی همیهنانی گرامی. من بارها خواستم در این برنامه بگم آدم باید انصاف رو در قضاوتهای خودش بیاره. من به عنوان یه آدم جمهوری خواه با خیلی از اون کارهایی که در زمان گذشته در مورد عدم آگاهی مردم بود مخالفم، با سانسور کتاب مخالف بودم، با سینما مخالف بودم، سانسور در سینما، با سانسور مطبوعات مخالف بودم، کتاب کنترل میشد، ساواک اعمال نفوذ، اینا به جاش، اینا مربوط به مسائل سیاسی بود، ولی خیلی از مسائل هم بود که قابل توجه بود. کاری که در جشن هنر شیراز شد یک کار فوق‌العاده بود که این ملاها و آخوندها تو بوخ کردن و متاسفانه سیاسی‌های ما هم همینطور پشت این مسئله رو گرفتن و شروع کردن تخریب این مسئله. جشن هنر یه فستیوال جهانی فوق‌العاده بود، هم برای شناسوندن هنرهای جدیدی که در جهان بود و یه عده زیادی از اون هنرمندان ایرانی قادر نبودن برن به کشورهای مختلف با این هنرها در زمینه تئاتر، موسیقی، نمیدونم مسائل دیگر هنری آشنا بشن، و هم یه عده زیادی در دنیا نمیدونستن هنر ایرانی در زمینه موسیقی، در زمینه خط، در زمینه نقاشی و تئاتر چگونه، سینما چگونه است. می اومدن در جشن هنر شیراز و کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. حالا این ملاها و آخوندها چسبیدن که در شیراز یک نمایشنامه بی‌ناموسی رو اجرا، هیچ جوری نبود، اصلا اینطوری نبود. یه تئاتری بود که تئاتر آزاد بود و صحنه‌هاش به جای دکور در بین مردم اجرا شد. اینی که یه عده لخ شدن و جلوی مردم به هم دیگه تجاوز کردن و کار پرنا کردن، اینا دروغی که آخوندا میگفتن. ولی همیهنان گرامی، در مورد جشن هنر شیراز این وظیفه من نیست، این وظیفه کسانی است که در جشن هنر شیراز شرکت داشتن و میدونن چه کاری کارستان در اونجا انجام شد و وجدانن باید در مورد اون مسائل قضاوت کنن، نه همینطوری چکی. کاری که در جشن هنر شیراز انجام شد بعد از هنرمندانی بپرسید که اینا میومدن در زمینه موسیقی، شبی که استاد شجریان میومد یا شهیدی میومد یا آقای شهناز یا آقای کسایی یا بسیاری از این هنرمندان که بعدن جبهه چپ رفتن، کارستان بود اینا. در حافظیه، در سعدیه میشستن هزاران نفر میومد. تئاتر اینا معرفی شد به دنیا، تعزیه ایران از اون زمان به مردم دنیا معرفی شد که ایرانی ها برای حفظ مبارزه خودشون، برای حفظ موسیقی خودشون، برای حفظ تئاتر خودشون، بعد از این که اعراب حمله کردن به ایران، تنها رای که گیر آوردن برای این که موسیقیشون حفظ بکنن، این تئاتر رو حفظ بکنن، اومدن تعزیه رو انداختن. این فلسفه تعزیه بود و هیچ کس در موردش صحبتی نمی کرد. حالا میخوام اینو بگم، ما یه مقداری باید در این موارد انصاف به خرج بدیم همیهنان گرامی و همه کار. حالا سازمان برنامه یک سازمان فوق‌العاده بود، بهترین متخصصین و کارشناسان درش بودن، می اومدن بودجه رو تنظیم میکردن، ریز بودجه رو و کجاها باید خرج بشه، چه جوری باید نظارت بود. حالا این بعد از انقلاب شکومن گفتم که این سازمان برنامه بود، آقای احمدی نژاد اومد با یه تصویب نامه درشو بست، گفت نه اینا باید بیان تحت نظر ریاست جمهوری زیر دست ما کار کنن، همه رو بیکار کرد و گفت این مسخره است، یه همچین 1000-2000 سفر رو برمی‌داری شما بودجه نویسی میکنی ریز، نه ما یه کلیاتی میدیم اینا تصمیم کن، بقیهش با ما. حالا ایشون یه ماه مونده به آخر سال بودجه رو آورده در مثلا فرض کنید 50 صفحه داده به این رئیس قبیله مجلس آقای سردار لاریجانی، گفته این بودجه دولت. این آقای نادران توکلی و مصباحی مقدم و اینا میگن، من نمیگم. آقای توکلی میگه این بودجه، گفتم پریشب دوباره تو این برنامه، نه یه کار علمی درست اقتصادیه، نه یک نظمی داره توش،
یه چیز بلبشو احمقانه رو آوردن دادن میگه این بودجه است. و حتی یک کمیسیون برای اینکه بررسی بکنه کمیسیون اقتصادی مجلس باید لااقل 6 هفته رو این کار میکرد، فقط یک کمیسیون. اینه که اینا آمدن گفتن آقا اصلا قابل پذیرش نیست، برای همینم ما بودجه رو رد میکنیم و دولت باید بیاد یه بودجه دیگه بده. مقام معظم روزخان بزرگ رئیس محترم مجلس طویله اسلامی رو صدا کردن گفتن آقا فضولی نکنین زیاد، احمدی نژاد بذارین با آرامش دورش طی بشه و بعدن هر بلایی خواستیم سرش میاریم. آقای رئیس مجلس نامه نوشته بود به مقام معظم روزخان بزرگ در مورد بودجه، هدفمند کردن یارانه ها، در مورد بلبشوی اقتصادی، و بعد گفتش که مقام معظم رو بدون خجالت هم میگم، میگه کلیات لایحه بودجه سال 91 دولت احمدی نژاد که روز 20 فروردین به دلیل 8 ایراد از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شده بود، روزش دوشنبه اما در مجلس به تصویب رسید. بنابر این گزارش، علی لاریجانی رئیس مجلس شرایط کنونی کشور، تو رو خدا ببینی چقدر مسخره است، شرایط کنونی کشور و توصیه های رهبری، اون اولی رو بذارین کنار، توصیه های رهبری را دلیل این تغییر موضع مجلس دانستن. خوشتون اومد. مقام چماغدار بزرگ اون بالا نشسته، یه دفعه هم گفت دیگه، گفت وظیفه رهبری حدودش قانون اساسی مشخص کرده. چی میگه راجع به قانون اساسی؟ بنابراین رهبری بنا نداره این حرف خودش در هر مسئله دخالت کنه مگر اینکه شرعاً ورود کنه. مثلا چی؟ مثلا مردم میان رأی میدن، مقام رهبری شرعاً وارد میشه میگه آقا مردم غلط کردن، بزنیم، بکوبیم، بکشیم، میکشیم. بعد مردم رو سرکوب میکنن، یه مردک مثل احمدی نژاد رو میارن از صندوق ها بیرون. کیو؟ 4 نفر خودشون گفته بودن، همه شما میدونید، تو اونم تقلب کردن. حالا اومدن در مورد این تقلب که مردم رو کشتن، حدود 4-5 هزار نفر خودشون گفتن، دستگیر کردن، تو زندان ها شکنجه کردن، معیوب کردن، مردم رو خفه کردن، حالا اومدن در مورد این فیلم هم درست کردن، قلاده های طلایی. یه آقایی به اسم ابوالقاسم طالبی عضو سازمان امنیتشون شده کارگردان دیگه. بله کارگردان، شما خیال میکنید کارگردان در جمهوری اسلامی باید کی باشه؟ وقتی رهبرش علی خامنه‌ایه، رئیس جمهورش احمدی نژاده، رئیس مجلسش سردار لاریجانیه، رئیس صدا و سیماش اون مردک زرقامیه، سردار زرقامیه، یا رئیس قوه قضاییش یه جانیه که میگه قانون چه، ما تابع رهبری هستیم. حالا میخواین مثلا کارگردانش الیا کازم باشه یا جعفر پناهی باشه یا 4 تا آدم حسابی باشن یا فرهادی باشه که تازه چیز خلافی هم درست نکرده. اگر نگاه کنید یه مقداری هم در چارچوبای خود رژیمه، ولی حتی اونم طاقت نیاوردن، گفتن اسکار بردی، غلط کردی، اسکار رو باید بدن به مقام معظم رهبری برای این تئاتری که بازی میکنه، چون هنرپیشه خوبیه. کسی که تو زندان به قول آقای اسدی نماز میخون تمام مدت عشق میریخ، به آقای اسدی گفته اگر حکومت اسلامی بیاد از این عشقها شما نمیبینید هرگز. هیچ مادری به خاطر بچهش در زندان، اصلا زندانی وجود نداره، گریه نخواهد کرد. بخونید مقاله آقای اسدی، مسئول روز آنلاینو، میگه من با ایشون 4 ماه تو زندان شاه بودم. گفته حکومت اسلامی کسی گریه نمی کنه، در حکومت عدل اسلامی کسی زور نمیگه به کسی. خوشتون اومد؟ چه حکومتی درست کردن؟ بخشنامه کردن بچه ها در مهد کودک، نه کودکستان، رقاصی بهشون یاد میدن، خوانندگی یاد میدن. گفته جلوشو باید بگیرین. یعنی چی؟ به بچه ها یاد میدید که برن اونجا برقصن، آواز بخونن تو مهد کودک، نه کودکستان. بذاریم براتون بخونم.
اسلام به خطر میفته و در یک حکومت عدل علی توی مهد کودک رقص و آواز، مدیر کل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه سازمان با مهد کودکایی که برنامه های غیر اخلاقی از جمله رقص به کودکان آموزش میدهند برخورد میکنند. ایشان گفت برنامه های آموزشی باید در راستای موازین اسلامی باشد، یعنی بچه هایی که تو مهد کودکن اینا باید قرآن بخونن صبح تا شون، باید گریه کنن برای امام حسین، باید تو سرشون بزنن، تعزیه یاد بگیرن، رقص و آواز، بچه خوشحالی. حالا آقای رهبر، همیهنان گرامی، تمام کارهای مملکت رو درش دخالت میکنه. آقای ابوالقاسم طالبی، کارگردانی که قلاده های طلایی رو درست کرده، فیلمی درست کرده در مورد وقایع 2 سال قبل. در این فیلم این مردک عضو وزارت اطلاعات، شکنجهگری که در ساواک در ساوامای اصفهان بوده به تصدیق همین آقای محمد نوریزاد، و شرح میده که چجوری شادروان بختیار رو همکارایشون رفتن کشتن، با افتخارم شرح میده، البته دروغ میگه چون من بیشتر از اون میدونم که بیشتر از آقای نوریزاد میدونم که این طالبی جانی دروغ میگه، چون من به تمام وقایعی که منجر به کشته شدن شادروان بختیار شد واردم و اینو از کسانی کسب کردم که با بختیار همکاری داشتن. بنابراین دروغ میگه که این یه عصا داده بودن به آقای بختیار و ایشون موقعی که خطر رو احساس میکرد، چون طبقه بالا بود، نگهبانا و از جمله پسرش که رئیس نگهبانای پلیس بود طبقه پایین بودن، آقای بختیار این چوبو میزد زمین و فوری اونا میفهمیدن که خطر بالا، متوجه است، میریختن بالا. ولی این مامورین وزارت اطلاعات که در لباس عربی رفت، ببین چه دروغایی میگن، چقدر اینا پست و پلید و دنی و شقی هستن، با لباس عربی رفتن اونجا پیش آقای بختیار برای اینکه نبادا این عصاشو بزنه، یهو بغلش کردن رو هوا، عصا رو ازش گرفتن و بعد ایشون کشتن. حالا ایشون، یعنی این آقای طالبی جانی شکنجهگر عضو وزارت اطلاعات، میخواد یه فیلمی بسازه مثل همین فیلمی که راجع به وقایع سال 88 ساخته، که چجوری عوامل انگلیسی و عوامل استکبار جهانی و صهیونیسم آمدن به دروغ مردم رو کشتن، به مردم تیراندازی کردن، انداختن گردن دولت. حالا میخواد یه فیلمی بسازه راجع به بختیار، حتما یه فیلمی بسازه که اعضای نهضت مقاومت ملی اومدن بختیار رو کشتن، ولی موقعی این عربا وارد شدن، نمیدونم، لابد میخواد اینو بسازه، ولی خودش اینو نمیگه، میگه اینایی که رفتن بختیار رو کشتن، او رو بغلش کردن، با لباس عربی هم بودن، از عربستان سعودی، و ایشونو کشتن. حالا من چون شهر واقعه رو درست نداد آقای محمد نوریزاد نمیدونم، بعدا میتونم به آگاهیتون برسون. اینه همه عنوان گرامی. رهبر علی خامنه ای روزخان، رئیس جمهور احمدی نژاد جانی تیر خلاص زن، رئیس مجلس سردار لاریجانی و بقیه اراذل اوباش، نقدی سردار سپاه اسلام و بقیه. خب کارگردانش هم باید سلحشور باشه و مسعود دهنمکی و همین مرده که ابوالقاسم فلان و همین هم دیگه طالبی، اینا گردانندگان اون مملکت هم. آقای احمدی نژاد گفته برای اینکه من به شما بگم وضع مردم چقدر خوبه، 70% مردم در ایام نوروز سوار ماشینا شدن رفتن به تعطیلات و لذت بردن، کیف کردن. این نشونه چیه؟ این نشونه این که مردم از یک اقتصاد سالم و قوی برخوردارن. پس شما میگین وضع خرابه، همه این کارا رو هم که میکنن، ارزش پول ملی رو آوردن پایین، سکه رو گرون، اینا کارهای عوامل استکباره، وگرنه مردم وضعشون خوبه. اینو دارین. آقای خباز، شاهد از غیب،
آقای خباز میگه که براتون میخونم. عضو فراکسیون مجلس راه امام مجلس با اعلام اینکه درآمد ارزی دولت احمدی نژاد تا کنون تازه 600 میلیارد کم میگه، چون در همین مجلس من نمونه آوردم برای شما در همین برنامه که 1200 میلیارد دلار، درست شنیدید، در عرض 6 سال خورده که نزدیک 7 سال که احمدی نژاد رو کاره 1200 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و این چیزهایی بوده که از به اصطلاح پتروشیمی، محصولات پتروشیمی و سایر اقلام صادراتی ایران به دست آورده. 1200 میلیارد دلار دارین اینو، ولی ایشون میگه شش، میگه که اجازه بدید. ایشون گفت تا کنون حدود 600 میلیارد دلار درآمد دولت بوده که با توجه این رقم شاخصهای اقتصادی کشور باید به طور فوق‌العاده در همه زمینه ها بهبود پیدا میکرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمد خباز در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی همین امروز چهارشنبه در آخرین نطق میان دستور خود در مجلس هشتم گفت زمانی که مسئولان موفقیت ها را اعلام می کنند انصاف آن است که امکانات ارزی که در اختیار دولت ها را در اختیار داشتن نیز بیان کنند. این عضو کمیسیون مجلس هشتم گفت با توجه به این رقم شاخصهای اقتصادی کشور باید به طور فوق‌العاده‌ای در تمام زمینه‌ها باید بهبودی حاصل می‌شد و گفت آقایان قول ژاپن اسلامی را به مردم میهن ما داده بودند، اما امروز به بیماری اقتصادی هلندی مبتلا شده، یعنی اون وضع اقتصادی که در هلند بود به افلاس دولت هلند انجام بهش میگن بیماری اقتصادی هلندی. حالا مفصل به گفته خباز مقرر شده است نرخ بیکاری، تورم و سود تسهیلات یک رقمی و نقدینگی بخش خصوصی نیست به طور کامل مهار شود، اما گویا دولت استراتژی قوی اقتصادی ندارد. این عضو فراکسیون خط امام مجلس هشتم با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم باعث سرافرازی دوستان انقلاب و ناامیدی دشمنان نظام شد تاکید کرد. این دیگه رفته تو شعار که بله ما انتخابات بهترین انتخابات دنیا. خلاصه ایشون میفرمایند در تمام مدتی که احمدی نژاد روی کار بوده، در حالی که در زمان رفسنجانی 140 میلیارد بودجه دولت بوده و خاتمی 160 میلیارد دلار، ولی آقای احمدی نژاد ایشون میگه با 600 میلیارد دلار مردم رو به ورشکستگی و افلاس کشونده. یکی دیگه از اینا رو نماینده های مجلسشون میگن. عبدالله کعبی نماینده آبادان گفت وضعیت کشور بسیار بد و اسفبار است و گفت دولت آقای احمدی نژاد یک دولت ناکارآمد و شکست خورده است و میخواهد به مردم آدرس غلط بدهد. به نظر من پاسخهای تمسخرآمیز آقای احمدی نژاد در روز طرح سوال از رئیس جمهور کمتر از به توپ بستن مجلس در زمان محمد علی شاه قاجار نبود. دولت میخواهد کاستی های خود را با تمسخر و توهین به مجلس جبران کند. اینا رو من نمیگم که، اینا رو اینا میگم. اما این آقایان مراجع تقلید همیهنانی گرامی، یه عده از این آخوندهای چورتی که به دروغ مردم خیال میکردن اینا راست میگن، به جز یکی دو نمونه، اونم مثل آقای منتظری، و میتونم بگم توی اینا اگه بگردی 5 تا تا حالا این شجاعت رو داشتن، 5 تا 6 تا که در مقام به اصطلاح مجتهد بالا بوده، اعظم بوده، بقیه شون در حال چرت زدن. آقازاده ها همه پروار، یکی شکر گرفته مثل آقای مکارم شیرازی، یکی واردات دخانیات گرفته مثل اون نوری همدانی، یکی دیگه چای رو گرفته، تو توپ همه شون.
یه هر چند وقت یه دفعه تا اسلام به خطر میفته در این مواقع یه از شورت میان بیرون و یه دوتا کلمه حرف میزنن و یعنی ببینید ما چقدر آگاهیم و نظارت میکنیم بر کارهای دولت. مثلا دوتا زن و اینا را میدن، دوتا از زنهای همیهن ما که مثلا برن توی فیلم بازی کنن، اینا فوری اسلامشون به خطر میفته. آقا این مدارس چه وضعیه؟ دختر پسر قاطی نشستن. در دانشگاه چرا از اون خیابونی که مرد دارد میشن زن ها عبور میکنن؟ اسلام به خطر میفته. این فیلم ها چیه نشون میدی؟ زن ها اونجا میخندن با مرد ها. خجالت نمیکشید اسلام رو به خطر انداختی؟ چیزایی که یه خورده کم صبح اما توی در زندان ها بچه های مملکت ما رو شکنجه میدن، چک آقایون نمیگذه. به زنا و دخترای ما در زندان ها تجاوز میشه، اسلام اینا به خطر نمیافته. معلول بچه های ما از زندان ها میان بیرون، این آقایون در حال چرت هن، چرت زمستانی، اسلام به خطر نمیافته. اما بقیه این مواقع، حالا از اونجا که مردم بیپول شدن، سهم امام و خمس و زکات اینا هم کم شده، ناگهان یاد اسلام افتاده. مراجع تقلید و فقها ضمن انتقاد شدید از افزایش تورم و گرانی ها خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای مهار قیمت ها از سوی دولت. حالا چی گفتن؟ این آقای نوری همدانی و این مردک مکارم شیرازی که شکر میکرد داره گفته تمام این گرانی ها زیر سر استکبار جهانی و صهیونیسمه. در زمینه های فنی فناوری ما چنون پیشرفتایی کردیم که از آمریکا اینا هم جلو زدیم. حالا اون نمیگه، من میگم. در زمینه علم، در زمینه پزشکی، همه چی زورشون به ما نرسیده. حالا اومدن سعی کردن گرانی تو آمریکا ایجاد کنن تا مردم رو نسبت به اسلام و حکومت اسلامی بدبین کنن. اینو این گفت. حالا این جالبه، برای اینکه جلوی اینا گرفته بشه، ببینید چقدر جمهوری اسلامی بی بدیل همیهنانی داره. به گزارش پارسینه میدونید که سایت طرفدار دولت در جمهوری اسلامی، نه این پارسینه مال امروز، برید نگاه کنید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح افشای، گوش کنید همینه، از بررسی طرح افشای نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و انگلیس در این کمیسیون خبر داد و گفت با رأی نمایندگان مبلغ 20 میلیون دلار برای اجرای شدن طرح افشای نقض حقوق بشر از سوی آمریکا و انگلیس اختصاص داده شده. وای به حال انگلیس و آمریکا. مجلس شورای اسلامی ایران شوخی مگه؟ 20 میلیون دلار تعیین کرده و یک کمیسیون بررسی که بیان ببینن چگونه در کشورهای جنایتکاری مثل آمریکا و انگلیس حقوق بشر، حقوق انسان‌ها نقض میشه، یاد بگیرن از جمهوری اسلامی. کاشتون اومد؟ بعدم آقای احمدی نژاد امروز گفته که در بندر قشم گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه امروز از کشورهای غربی خواست تا با ایران با احترام و ادب سخن بگن در جلسه استانبول. یاد بگیرن از احمدی نژاد، آبو بریزین اونجا که میسوزه. بعد در یک جلسه علمی میگه اون ممه رو لولو برد. خوشتون اومد؟ یه همچین آدمی میگه نه این بیادبی کنی در جلسه ها، با ادب حرف بزنی، چون ملت ما فرهنگ سازه. حالا چرا از قول ملت میگه نمیدونم، با ادب حرف بزنی. حالا در همین ارتباطات همیهنان گرامی صحبت میکنم با دکتر مصطفی دانش، همکار بسیار خوبم، روزنامه‌نگار برجسته ایرانی که باعث واقعا خوشحالی و افتخار منه که دکتر دانش در برنامه من حضور پیدا می‌کنه. به همین دلیلم
همیهنان گرامی، عده زیادی از همیهنانی که به این برنامه توجه دارن مرتباً یکی دو جلسه هم حتی اگر دکتر دانش نیاد اتفاقی بیفته، کار مثل هفته پیش من تلفن پیچ میکنن و نمیدونم شروع میکنن ایمیل زدن که آقا چی شده، آقای دکتر دانش قرار کردن. نه که آقای دکتر دانش رو من 45-6 ساله میشناسم، یه زمانی از نظر عقیده ما دوتایی در جهت مخالف هم بود، ولی تجربه سنی همینان میگیرم به این نتیجه رسیدیم که هم راه ایشون یه مقداری غلط بود هم راه من. آدم یه خود تجربه هاش که بیشتر میشه انصافش هم بیشتر میشه و تازه میفهمه مسائل رو از روی احساسات تجزیه و تحلیل نکنه بلکه از روی تعقل. و دکتر دانش با مسافرت‌های طولانیش و با کار با بهترین جراید و رسانه‌های گروهی غرب، آلمان، بلژیک، سوئیس و با بهترین مجلات اروپایی مثل شپیگل، شترن، دی ولت، با اینا کاری کرد، کارستان درست در جنگ امریکا و عراق، شاید در دنیا 4 تا خبرنگار بودن که حاضر شدن برن در جبهه جنگ، دانش یکیش بود. مسافرت‌های طولانی در زمان ریاست‌های جمهوری افغانستان 73-74 بار مصاحبه با، خدمت شما عرض کنم که با بهترین، با سران بعضی از کشورها که هم در استبداد بی‌نظیر بودن و هم آدمای دموکرات بودن، و اینا همش تجربه است دیگه. همین حالا دکتر دانش سلام. سلام آقای فرجی، سپاسگزار که باز امروز در این سو من قول دادم، قول گرفتم از دکتر دانش چهارشنبه و دوشنبه ما در خدمتشون باشیم. دکتر دانش، بارزانی، آقای مسعود بارزانی به اصطلاح مسئول کردستان عراق اومده با آمریکا، با آقای بایدن ملاقات کرده، با آقای اوباما حرفای خیلی جالبی زده. راجع به این موضوع صحبت بکنیم، شما بگین ایشون تهدید کرده و گفته این آقای المالکی یه دیکتاتوری شدید راه انداخته در عراق، همه کارا رو دستش گرفته و تهدید. بفرمایید. هفته پیش هم آقای بارزانی یک صحبتی داشت و بسیار مهم بود. هفته پیش بارزانی چنین میگه که دولت عراق، دولت المالکی در حدود 11 میلیارد دلار خرید اسلحه جنگ افزار از آمریکا میکنه، و آقای بارزانی در رابطه با خرید اسلحه و جنگ افزار از آمریکا چنین مطرح میکنه که دولت الملکی این سلاح‌ها رو بر علیه مردم عراق ازش استفاده خواهد کرد. ولی جالب اینه که امروز در مصاحبه با الحیات، با این مجله و روزنامه‌ای که در لندن چاپ میشه، بارزانی الملکی رو دیکتاتور عراق میدونه و میگه دوباره داره در عراق مانند زمان صدام حسین دیکتاتوری به وجود میاد، و میگه که الملکی وزرای خودش رو مانند کارمندانشون رفتار میکنه و صحبت از این میکنه که الملکی نه تنها نخست وزیره بلکه وزیر امنیت، وزیر دفاع کشور، تمام تشکیلات در واقع نظامی زیر دستور به دستور اون انجام میشه، فرمانده کل قواست و حتی داره بانک مرکزی بغداد یعنی عراق هم در واقع در زیر کنترل خود وزارت نفت هم وزارت نفت هم زیر کنترل، یعنی در واقع تمام شریان های اقتصادی، نظامی و مالی رو داره زیر کنترل خودش میگیره. تا جایی که بارزانی صحبت از این میکنه که در صحبت هایی که با آقای اوباما و جو بایدن در واشنگتن داشته، اونها نظریات بارزانی رو، یعنی در واقع رئیس اقلیم کردستان رو تایید کردن، و صحبت از این میکنه بسیار جالبه، صحبت از این میکنه که موقعی که از آمریکا به عراق برگرده، او خواهان این بود و خواهان این خواهد شد که تمام گروه‌های سیاسی و احزاب مختلف رو در عراق دعوت بکنه به اربیل، به شمال کردستان، به منطقه‌ای که در واقع اربیل شهری که حکومت یا اقلیم کردستان قرار داره، و درباره مسائل مختلف به خصوص قانون اساسی و وضع نفت و گاز عراق صحبت بکنن. و اون میگه اگه به نتیجه نرسیم و حتی اگه الملکی در این نشست شرکت نکنه در اربیل، اونها الملکی رو به عنوان نخست وزیر به رسمیت نخواهند شناخت و در واقع
مراجعه میکنن به آرای مردم کردستان. یعنی در واقع برای اولین باره که یک رهبری رهبر کرد صحبت از استقلال میکنه. یعنی موقعی که صحبت از این میکنه که ما به آرای مردم رجوع خواهیم کرد و دیگه در واقع با سیاستمدارانی که دیکتاتوری رو در عراق به وجود آوردن همکاری نخواهیم کرد و رجوع به آرا و در واقع عقیده مردم کردستان رجوع خواهیم کرد. این الان میگه ملت کرد. ملت کرد. الان در واقع مسئله استقلال کردستانه. و موقعی که شما اتفاقات منطقه رو ببینین آقای فرجی و اتفاقات امروز در سوریه میافته و کردها در شورای ملی در نشست شورای ملی در استانبول شرکت نکردن و کردها در واقع خواهان این نیستن که در استانبول یا نیروهایی با کمک ترکیه در واقع در سوریه به قدرت برسن، نشون دهنده اینه که یک اتفاقاتی داره میافته در منطقه که حتی کردهای سوریه هم در کنار کردهای عراق قرار خواهند گرفت و شاید اصلا نظر خود بارزانی هم اینه که در همکاری با کردهای سوریه هم بتونن در واقع استقلال کردستان رو ببینن. خب دکتر دانش اینجا یه سوالی پیش میاد. ببینید الان سیاست جمهوری اسلامی و دولت ترکیه سرکوب شدید کرداست. شما میدونید که حالا با وجود این ببینید که وضع ما چقدر اسفباره، وضع همیانان کرد ما که دولت ترکیه با این همه درگیری که با کردها داشته سر مسائل نوروز سر در میدونید که اینا رو بیشتر شهرهای خودشون آواره کرده این زمان به اصطلاح رژیم گذشته زمان رضا شاه هم میدونید که یه عده زیادی کردای ما رو منتقل کردن به کردکو بردن جاهای دیگه. حالا ولی در ترکیه این مسئله خیلی زیاده، یعنی بسیاری از شهرها و شهرک‌ها رو بمباران کردن و مردم رو آواره کردن و فراری دادن بردن قسمت‌های دیگه ترکیه و بعد ما میدونیم که اصلا کردهای ترکیه قصد مبارزه مسلحانه نداشتن. این سیاست‌های سرکوب شدید کردها بود که اینا رو متوجه پکاکا کرد و رفتن توی جریان جنگ مسلحانه با دولت ترکیه. خب تا به حال اینا سرکوب کردها در برنامه‌شون ایران و ترکیه سر این موضوع هم خیلی با هم تفاهم داشت. از طرفی یه زمانی هم که ما میدونیم که اوجلان در سوریه بود. بعد از اینکه روابط ترکیه و سوریه خیلی خوب شد، اوجلان سوریه بیرونش کرد که رفت در آفریقا و گرفتنش و آوردنش. خب الان وضع ترکیه چی میشه؟ ببینید اول باید به مسئله اشاره بکنیم که در واقع کردهای عراق نه تنها خود مختاری به دست آوردن بلکه مستقلا عمل میکنن. یعنی آقای بارزانی موقعی که صحبت از استقلال میکنه یا غیر مستقیم صحبت از استقلال میکنه باید بگیم از سال 2003 به بعد در واقع با حمایت آمریکا در اینا تونستن به طور نسبی استقلال داشته باشن، تا جایی که حتی قراردادهای نفتی رو با خارج از کشور به خصوص قراردادهای نفتی اقلیم کردستان عراق و با کشورهای مانند کانادا رو اونا خودشون انجام میدن، مستقیما انجام میدن. در واقع باید بگیم استقلال نسبی به وجود اومده و آقای بارزانی چنین صحبت میکنه. ولی در رابطه با کردستان عراق و کردستان سوریه اگه چنین وحدتی به وجود بیاد و این دو کشور همونطوری که بارزانی میگه که دولت واشنگتن یا آقای اوباما و جو بایدن نظرات ما رو تایید کرده به خصوص خوشبینانه برخورد کردن با مسائل کردستان، میشه به این نظر رسید که ممکنه به زودی یه توافق بین کردهای سوریه و کردهای عراق به وجود بیاد و استقلال نسبی به وجود بیاد و بعداً مسئله کردستان ایران مطرح، مسئله کردستان ترکیه مطرح. ولی خب از یه جایی شروع کرد، شروعش از عراق بوده و امروز سوریه است. ولی جالب اینه که امروز دولت بشار اسد، شما به درستی این مطلب اشاره کردین که زمانی بود که اوجلان در سوریه بود مورد حمایت حافظ اسد بود و بعداً در واقع اونو بیرون کردن، قبلا حافظ اسد بود و بعداً حافظ اسد اونو موقعی روابط با ترکیه بسیار خوب میشه بیرون میکنه، اون میره به کشور یکی از کشورهای آفریقایی و در اونجا توسط سازمان امنیت ترکیه روبوده میشه و اونو میارن به ترکیه که میدونین اونو محکومش کردن و هنوز در زندانه. ولی اکنون مسئله ای که مهمه اینه که شورشیان سوریه به ترکیه چنین وانمود میکنن و واقعیت هم اینه که دولت بشار اسد در کنار پیکاکا قرار گرفته و از پیکاکا داره حمایت دوباره حمایت میکنه برای به اصطلاح ترور و خرابکاری در داخل ترکیه. و به همین خاطره که یکی از دلایلی که شدیداً دولت ترکیه و اردوغان مخالف سوریه است به این خاطره. و مهمتر از همه اینه که حتی اگه بیاد داشته باشین چند ماه پیش مجله اشپیگل، میدونه اشپیگل به نظر من مشکله که واقعیت رو ننوشته باشه یا در واقع واقعیت نباشه اون چیزی که اشپیگل میگه، در چند ماه پیش اشپیگل خبر از این داد که دولت ایران جمهوری اسلامی رهبر پیکاکا رو دستگیر کرده و جمهوری اسلامی یعنی جانشین اوجلان
رهبر جانشین اوجلان رو دستگیر کرده و جمهوری اسلامی از ترکیه میخواد که در رابطه با سیاستش با بشار اسد تغییر سیاست بده و اونها حاضرن که در واقع جانشین اوجلان یا رئیس پیکاکا رو به ترکیه تحویل بدن، ترکیه رو نمیپذیره و 24 ساعت بعد اینو آزادش میکنن. اینو مجله اشپیگل میشه. این در واقع بین جمهوری اسلامی و دولت بشار اسد در رابطه با پیکاکا و حمایت از پیکاکا برای ترکیه 100% این خبر درسته که داره عملیاتی انجام میشه و اینکه در آینده ترکیه چه نقشی رو بازی بکنه در رابطه با کردها مسئله بعدی است. ولی اون چیزی که مهمه و از پیام امروز یا مصاحبه امروز بارزانی میشه درآورد اینه که استقلال کرد مطرح امروز با تایید آمریکا و جو بایدن و آقای اوباما اینطوری که آقای بارزانی صحبت میکنه در کنار اون کردهای سوریه مطرحن. اگه بتونن در واقع کردهای سوریه یعنی مناطق کردنشین سوریه با مناطق کردنشین عراق همکاری بکنن و شرکت بکنن و در واقع استقلال نسبی رو دست بیارن، خب بعدا نوبت ایران و ترکیه خواهد بود. دکتر دانش، میشه اینطوری برخورد کرد که آمریکایی‌ها دست ترکیه رو در خیلی از موارد باز میذارن؟ خب میدونید که الان در سواحل آنتالیا نفت کشف شده، به مقادیر زیادی نفت و گاز ما ترکیه است و در قسمت‌های مرکزی امروز خبر بود که نفت و گاز عظیم، منابع نفت و گاز عظیمی ترکیه پیدا کرد. حالا اینطور میشه فکر کرد که آمریکا دست ترکیه رو به عنوان رهبر در منطقه باز میذاره با پول عربستان، با پولی که خودش از این راه به دست میاره و راه ورود ترکیه رو به اتحادیه اروپا هم باز میذارن. میدونی که یکی از اون چیزهایی که باعث شده جلو ترکیه رو بگیرن اتحادیه اروپا رفتارش با کردها بود. خب موافقت بکنه که یه حالت فدرال بده به کردهای اونجا با کردهای عراق و برای اینکه آزار بدن به اینور به ایران به جمهوری اسلامی کردهای ایران هم بیارن امکانات بهشون بدن، یک منطقه وسیع از کردهای این 4 تا 5 کشور، چون میدونی یه مقدار از این کردان در لبنان هم هستن، حتی ایجاد بشن. فکر نمی‌کنی هم چیز ممکنه باشه؟ اون چیزی که امروز مهمه نقش ترکیه در منطقه است. یعنی در واقع آمریکا به ترکیه این اجازه رو داده که حتی در امور سوریه به زودی دخالت نظامی بکنه. میدونیم که دیروز آقای اردوغان هشدار داده به سوریه که ما به زودی اقدام خواهیم کرد، اقدام نظامی خواهیم کرد و منطقه آزاد به وجود خواهیم آورد برای کسانی که برای که تعداد فراری رو بیشتر فراری بیشتر میشه. و حتی اردوغان امروز صحبت از این کرده که تا به حال 24 هزار نفر از سوریه به ترکیه مهاجر شدن، فرار کردن و مبلغ عظیمی رو دولت ترکیه تا به حال متقبل شده و صحبت از این میکنه اگه 100 هزار نفر بشن این مبلغ کی پرداخت خواهد کرد. یعنی از جامعه جهانی میخواد که پول عظیمی در اختیار ترکیه بذارن. ببینید سیاست ها در شرایط کنونی به درستی شما اشاره که در شرایط کنونی اینه که ترکیه نقش اساسی رو در منطقه بازی میکنه، در رابطه با جمهوری اسلامی نقش اساسی رو بازی میکنه، در رابطه با عراق ترکیه نقش اساسی رو بازی میکنه در واقع در مخالفت با دولت الملکی و دخالت در امور داخلی عراق و در سوریه نقش اساسی رو بازی میکنه با پول عربستان، با پول عربستان سعودی و قطر و کشورهای حوزه خلیج فارس. باید به این مسئله یه بار دیگه اشاره بکنیم، فقط عربستان سعودی نیست که پول میده، در واقع اگه شما 6 کشور حوزه خلیج فارس و کویت و عربستان سعودی و قطر و امارات متحده عربی بحرین. بحرین و عمان رو در نظر بگیرید چیزی در حدود سالانه 800 میلیارد دلار توجه کنید 800 میلیارد دلار فقط درآمد نفتی دارن، یعنی این 6 کشور در حدود 22 میلیون جمعیت دارن، 23 میلیون جمعیت دارن، 800 میلیارد دلار درآمد نفتی دارن، 80 میلیون داره. یعنی شما توجه بکنید با این پول عظیمی که در اختیار دارن همکنون نقش عظیمی رو عربستان سعودی و قطر در منطقه بازی میکنن و به خصوص در سوریه بازی میکنن و ترکیه در رأس این سیاست قرار گرفته و حمایت از طرف آمریکا و کشورهای غربی میشه. اینی که اوضاع منطقه و در سالهای ده ها سال آینده و کردها به چه ترتیب باشه مسئله است که باید در آینده دید، ولی اون چیزی که مسلمه اکنون و همکنون دولت آمریکا و کاخ سفید و آقای اوباما جو بایدن با اشاره‌ای که بارزانی امروز کرده حمایت شدید از کردهای عراق میکنن. یعنی نمیشه گفت بارزانی همطور رو هوا بیاد صحبت از یک ملت کردستان بکنه، مراجعه به آرای اونا. خب میدونید که آقای طالبانی یعنی رئیس جمهور، آقای زیباری وزیر خارجه کرد، یه دو تا وزیر دیگه دارن اینا کرد. امروز بارزانی میگه که من هم در واقع با طالبانی و زیباری، و زیباری هیچ تفاهم داریم و هیچ نظر مخالفی با هم
نداریم، ولی مسئله مسئله دیگری است. ببینید در منطقه داره اتفاقاتی میافته، مسئله جمهوری اسلامی مطرح است، مسئله شرایط در واقع برنامه اتمی ایران مطرح است، مسئله ایران و قدرتی که ایران در منطقه داره به وجود میاره و دخالت ایران در منطقه، حتی در عراق، عراقی که مورد حمایت آمریکا بوده، آمریکا لشکرکشی کرده و دولت مانند الملکی به وجود آمده، امروز دولت الملکی در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته، در کنار سوریه قرار گرفته و این برای آمریکا خوشایند نیست. و حتی الملکی حاضر نشد به 5000 نفر از سربازان آمریکا که اوباما مایل بود که 5000 نفر رو در اونجا بگذاره در داخل عراق، در واقع مسئولیت قضایی بده، یعنی به این 5000 نفر هم حتی حاضر نشد. و بنابراین امروز در مقابل عراق هم آمریکا مجبور موضع بگیره و این نقشی رو که امروز به ترکیه داده شده در منطقه نقش اساسی است، در کنار عربستان سعودی، در کنار قطر و حوزه خلیج فارس، بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه در واقع کشورهای شیعه الملکی که به صورت مسئله سلفی ها اخوان المسلمین اینا رو مثل که دارن ردیف میکنن دوروبر جمهوری اسلامی. 3 دقیقه ما فرصت داریم دکتر. دوروبر جمهوری اسلامی اینا رو دارن همه رو بسیج میکنن با پول همین کشورهای منطقه و قدرتی که به اصطلاح ترکیه به دست آورده برای سرکوب دولت‌های مثل عراق و سوریه و سر جانشوندن جمهوری اسلامی. مسئله اینه که زمانی بود که در جنگ سرد در واقع از نیروی مسلمانان رادیکال برای زدن شوروی استفاده شد برای کمونیست در منطقه. امروز در واقع در منطقه از نیروی رادیکال اسلامی دوباره داره استفاده میشه بر علیه جمهوری اسلامی. بله. و به حقم جمهوری اسلامی به نظر من بسیار خطرناکه و باید به نظر من این جمهوری اسلامی ساقط بشه. در این مورد ما شکی نداریم. اما نه وسیله آدم خوشایی دیگه. کاملا نه وسیله اخوان و مسلمین و سلفیان. بله. ولی امروز سیاست متاسفانه غرب و ناتو هم در این جهته که با مشکلاتی که در پاکستان به وجود آمده، میدونید که با تمام قوا که آمریکا کوشش میکنه دولت پاکستان همکاری همپیمانی بکنه، دولت پاکستان هم اکنون دوباره پشتیبانی از رادیکال اسلامی میکنه. در افغانستان امروز میدونیم که دولت در واقع دیکتاتوری رو انداخته، در کنار طالبان داره قرار میگیره و آمریکا مجبور شده با طالبان مذاکره بکنه. در عراق میبینیم که در واقع دیکتاتوری آقای الملکی به وجود آمده، اون چیزی که آمریکا ادعا میکرد نمیخواد و آقای بوش از دولت از آزادی و دموکراسی میکرد، امروز دولت در واقع دیکتاتوری الملکی به وجود آمده. و در جهان عربی در شمال آفریقا خب دقت بکنین، امروز در مصر وضع میشه ترتیبه 70-75% سلفی ها و اخوان المسلمین قدرت دارن، در تونس میشه ترتیبه، در لیبی بیش از 300 میلیشیای نظامی وجود داره آقای فرجی که 120 هزار عضو دارن و همشون هم رادیکالن و در واقع در این مدت کمی عده زیادی 10,000 نفر اینا در زندان ها به قتل رسیدن از بین بردن. دوشید به شما سیاد فرصت داریم، من یعنی فرصتون تموم شد، من فقط میتونم اینطوری جمع‌بندی کنم از حرف شما که غرب داره کاری میکنه که سلفی ها، اخوان المسلمین، عربستان سعودی اینا که حقوق بشر هم نقض میکنه به کمک ترکیه و این کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس کاری بکنن که یک دیوار آهنی دور بر جمهوری اسلامی، عراق و حالا سوریه و اینا به وجود بیارن و بعدن حالا از اینا هم تضمین بگیرن، از سلفی ها و اخوان المسلمین و حتی طالبان و اینا القاعده، که به غرب کاری نشته باشن، همه توجهشون رو بذارن سر سرکوب جمهوری اسلامی و شیعیان در منطقه. کاملا درسته. من یک جمله فقط بگم در تایید صحبت شما، من دو روز پیشم به این مطلب اشاره کردم، همکنون یک هیئت بلند پایه اخوان المسلمین در واشنگتن در واقع در حال مذاکره که این ضمانت به آمریکا بده که هیچ خطری از جانب اخوان المسلمین و تروریسم اسلامی بر علیه غرب و اروپا و آمریکا وجود نداره. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش، تا دوشنبه که باز دوباره با هم صحبت کنیم. سپاسگزار از شما همیهنان گرامی که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه فردا که در ساعت 11:30 بامداد خواهد بود. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.